ما صدها ساله که با دو موجود مزاحم در کشورمون سر و کار داریم، یکی شیخ یکی شاه. اینها زندگیشون از این میگذره که مردم بدبخت کار کنن، حاصل دسترنجشون رو اینا بردارن ببرن، و یکی به عنوان نماینده خدا، یکی هم میگه من زورم زیاده و پادشاه شما هستم. اصولا پادشاه در طول تاریخ در همه جای دنیا کسی بود که با زور شمشیر و قدرت قبیلش میتونست بر مناطق دیگه مسلط بشه، مردم را به بردگی و رعیتی بگیره و یه زندگی راحتی برای خودش ترتیب بده. این در همه دنیا این بود، و تا اینکه در اروپا افکار نوینی آمد، فیلسوفا متفکرینی آمدن گفتن آقا یه انسان حقش این گونه زندگی کردن نیست، یه انسان آزاد آفریده شده، حق و حقوقی داره، فرقی بین اون کارگر و دهاتی و اون شاه نیست، هر دو انسان. ما این تفکرات باعث حرکت‌هایی در جامعه شد و اون پادشاه‌هایی که عقلشون می‌رسید و باهوش بودن به موقع کشیدن کنار، اون بیشوراشون رفتن زیر تیغ گیوتین. اونایی که شعور داشتن مثل پادشاه‌های بلژیک و نمی‌دونم هلند و انگلیس و دانمارک و اسکاندیناوی، اینا آمدن به موقع قدرت رو به مردم واگذار کردن. مردم هم به پاس اینکه اینها بدون خونریزی کنار کشیدن، یا اینکه خیلی کم خونریزی کردن و رفتن کنار، یه مقداری از اون املاکشون رو در اختیارشون گذاشتن و یک تیتر به قول معروف پادشاهی هم به اینا دادن که به عنوان یک سمبل اونجا بشینن، ولی منتها در هیچ کاری دیگه دخالت نکنن. اینه که میبینیم الان در کشورهای اسکاندیناوی و انگلیس و کشورهای دیگه. البته بعضی ها میان دوستانی هستن که موقعی که میخوای مثال بزنی از یه حکومت پادشاهی، میان میگن حکومت انگلیس، حکومت دانمارک، سوئد، اینا بهتره، یا اینکه کشورهای جمهوری مثل جمهوری صدام و جمهوری بشار اسد. و نه، این به قول آخونده یعنی سفسطه. در کشور دانمارک پادشاه کاری نیست. کشور دانمارک نوعی جمهوری است، یعنی جمع تصمیم میگیره. اون نخست وزیری تصمیم میگیره که با رأی مردم به نخست وزیر رسیده، نه با زور شمشیر، یعنی که به حساب با انتصاب شاه یا انتخاب شاه. اینی که این فرق میکنه. جمهوریت هم در کشورهای ما که آمده تبدیل شده به پادشاهی، مثل اسلام که آمد تو ایران، ما اسلام رو پادشاهیش کردیم، یعنی تبدیل کردیم امام اول و دوم و جانشین همدیگه میشن و همون بیضه مقدس بود. در ایران ما تا زمان مشروطیت این موضوع شاه و رعیتی ادامه داشت. برای محمد علی شاه تصور این که یه رعیت حق و حقوقی داره غیر ممکن بود. خودشم میگه رعیت بچه به این حرفا، رعیت بچه به این غلطها که بیان نمیدونم عدالت خونه بخوان یا اینکه به ما معترض بشن. همینطور هم این افکار در آخوندم بود، آخوندم و هست. آخوندم خودشا تافته جدا بافته میدونن. اینا میگن ما یا نمایندگان محمد هستیم، جانشینان محمد هستیم که به صورت خلیفه حکمرانی میکردن، یا مثل مال ما که حکمرانیشون موازی با حکمرانی پادشاهان بود. یعنی چی میان گفتن؟ نه، ما نمایندگان امام زمان هستیم و یه با پادشاه ها با همدیگه به صورت مسالمت آمیزی مردم میچاپیدن. در زمان قاجاریه مثلا فتلی شاه از حاج احمد نراقی نامه داشت که ایشون، یعنی آقای فتلی شاه، به نمایندگی از به نمایندگی و اجازه ما داره حکومت میکنه، که ایشون میگه اینو بگیرم میذارم تو کفنم که اون دنیا نشون بدم که آقا من نماینده آقای نراقی بودم، حکمرانی میکردم، وگرنه من که نمیتونم جانشین امام زمان باشم.
من نماینده فقها بودم. اینه که این دو جریان با همدیگه خوب میچاپیدن و میبردن و میخوردن. در بهمن 57 اون اتفاقی که در ایران افتاد انقلاب نبود. یه ده صحبت از 57 ها میکنن، بهتر اینه که از 32 ها صحبت کنیم. از اون زمانی که آمدن آمریکایی ها دولت ملی مصدق را که با خون و دل نفت را ملی کرد. ببینید مصدق یه آدم لیبرالی بود، آدمی بود که درد ملت را داشت. ما عاشق چشم و ابروی شخص نیستیم، نمیاریم بگیم یه شخصی را بت بکنیم، ولی ایشون زحماتی کشید که به نفع مردم بود، نوکر نبود. این خیلی مسئله است. سفیر انگلیس میگه که در زمان قائم مقام میگه من همه رو میتونستم بخرم به جز قائم مقام. خب این درده که در یک کشور همه رو بشه خرید. همه نوکر معاب بودیم و تنها آدمی که نتونستن بخرن قائم مقام بود. خب این خیلی حرفه. توی کشوری که اون موقع مثلا 11 میلیون جمعیت داره، یک نفر را یه همچین شخصیتی داره. ولی مصدق آمد، همون زمان هم آمریکایی‌ها بهش پیشنهاد کردند، یعنی رفت آمریکایی‌ها رو جلو انداخت که اونها بیان واسطه بشن. خودمون میدونست که صنایع نفت مشکل گردوندنش و اون قراردادی هم که بسته بودن و بهش پایبند بود، منتها میگفت به ما سهم بیشتری بدید. همینجوری که آمریکایی‌ها الان، ما ایران اولین جایی بود در خاورمیانه که نفت درش پیدا شد. حتی برمه و اینا هم بودن در هم زمان بعدتر بود یه مقداری. ایشون آمد گوه آقا آمریکایی ها در عربستان پیدا کردن 50-50 میدن، به ما چرا 15% میدید؟ اینا گفتن انگلیس ها که اگه ما بخوایم یه همچیزی بدیم در کشورهای دیگه مثل برمه و اینا، باید ما این پول این ببریم بالا درصد اون سهام اونها را. و چون خود چرچیل هم در بریتیش پترولیوم سهم داشت، حاضر به این کار نبود. آمریکایی آمدن به انگلیس ها گفتن آقا قبول کنید که شر بخوابه قول معروف. ما هم اونجا میگیم 50-50 ولی همه چی دست ماست، حساب کتاب همه چی دست ماست. اونا چه میدونن ما چقدر صادر میکنیم و چقدر به قول معروف استخراج میکنیم. انگلیس ها راضی به این شدن که 50-50 با مصدق کنار بیان. مصدق متوجه موضوع شد، گفت یک شرط دیگه هم من دارم و اونی که ما هم در حسابرسی شرکت کنیم. اونا گفتن نه، این دیگه نمیشه، چون تمام مهندسین فقط از ایرانی ها به عنوان کارگرهای خیلی سطح پایین استفاده میکردن. اونجا قبول نکردن اینکه مصدق نمایندهی داشته باشه در صنعت نفت، یعنی در حسابرسیش هم شرکت داشته باشه و شراکت داشته باشه. این بود که اون کودتا انجام شد. کودتایی که پادشاه یک مملکتی، البته اینم به شما بگم اینم چیزی نداشت، بیچاره ها زیاد تقصیری نداشت، چون یه جوونی بود که به وسیله فروغی با کمک انگلیس ها گذاشتن سر کار با شرط ها و شروط ها. یعنی ایشون و موقعی که گذاشتنش سر کار که دول متفقین، روسا که هیچ اصلا موافق نبودن با سیستم پادشاهی. آمریکایی هم دنبال جمهوری بودن و یه نظامی رو بیارن سر کار. انگلیس ها بودن که دنبال پادشاهی بودن، که البته اولش هم گفتن از قاجاریه باز بیاریم. رفتن گشتن یه شخصی رو پیدا کردن، گویا پسر برادرزاده احمد شاه بود، که اونم دیدن این از بچگی توی خانواده انگلیسی بزرگ شده، توی نیروی دریایی انگلیس هم خدمت میکرد ولی اصلا فارسی بلد نیست. خلاصه با ضرب و زور به آقای فروغی، محمد رضا رو گذاشتنش به قدرت. ایشون دو پایه کارش لرزان بود. نخست وزیرا نخست وزیرای مستقلی بودن،
فروغی و از مالا و با سلطنه این هاش کدوم گوش به حرف این نمیداده، این کاره ای نبود. این هم میبایست همون جوری که یک پادشاه مشروطه رفتار میکنه این کار انجام بده، هرچی که بهش میگفتن میبایست به ایمان پادشاه مشروطه باشه، هیچ دخالتی در کاری نکنه. این بیچاره دنبال یار میگشت، دنبال این میگشت که همکاری گروهی را جذب کنه، با یه دی به قول معروف اتحاد درست کنه. این که دنبال آخوندا بود، اولین کارش هم این بود که از آخوندا دلجویی کرد، اون کارهایی که پدرش کرده بود و لغو کرد، کشف حجاب را لغو کرد و آیت الله قومی را دعوت کرد به ایران برای شرط و شروط آیت الله قومی که اون نمیدونم درس تعلیمات دینی در مدارس باشه و مدارس مختلط از بین برن و همه این شرط و شروط ها را پذیرفت. فدایان اسلام را تقویت میکرد که از طریق فدایان اسلام مثلا رزمارا را کشت، که اینا کم کم میتونست یه پایگاهی برای خودش ایجاد کنه. زمانی که انگلیس ها با مصدق دچار مشکل شدن به ایشون گفتن آقا اینو برکنار کن، و این جرأت نمیکرد چون میبایست این کارش برخلاف قوانین مشروطه بود که در کار دولت دخالت بکنه. و زمانی هم که این کار را قبول کرد خودش از وحشت این که من مبادا به خاطر این کارش مورد مؤاخذه واقع شه رفت به شمال و در اونجا منتظر بود ببینه چی میشه، که فهمید نصیری که نمایندش بود فرستاده بود حکم به حساب اخراج مصدق را بهش تحویل بده، اون دستگیر شد و فهمید که این کودتایی که میخواستن انجام بدن شکست خورده، سریع فرار کرد. که حالا بعدها اون شخص آمریکایی کرمیت روزولت تونست جمع جور کنه و مجددا چند روز بعدش کودتا کردن و حکومت را برکنار کردن. بعد از اینکه حکومت برکنار شد یعنی سال 32 باید ما به یاد بیاریم، نه 57، 32 بود که 57 ازش در آمد. در سال 32 بعد از اینکه آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها کودتا کردن گفتن خب حالا بشینیم سر مطلب بحث شیرین نفت. نشستن و برادرانه 25 سال نفت قرارداد بستن که استخراج، اکتشاف، فروش، خرید، قیمت گذاری همه در اختیار کنسرسیومی با 8 شرکت آمریکایی و یه شرکت شل و الف فرانسه هم بود و بقیه هم شرکت های آمریکایی و بریتیش پترولیوم بود که کلن ببرن و به ایران 20% سهم میدادن. یعنی هر بشک نفتی که اون موقع 3 دلار، خودشون هم جالب اینه که خودشون هم قیمت میذاشتن در نفت، 3 دلار میفروختن 60 سنت به ایران میدادن. روزانه اواخر تا 6 میلیون بشک نفت در روز فروش میرفت، یعنی 6 میلیون بشکه را در روز میفروختن و فقط 20 سنت به ایران میدادن. که اگر این مقدار نفت دست ایران بود و خود ایران فروش داشت، یعنی مال ما بود و خودمون میفروختیم، صدها میلیارد به بودجه وارد خزانه دولت میشد. ولی اینها به خاطر اینکه شاه را حمایت کرده بودند این را بردن و خوردن. 25 سال ما ملت محروم و بیچاره ایران در بیشتر مردم در حلبی آبادها و نمیدونم مناطق محروم مثل کردستان و بلوچستان و اینا زندگی میکردن بدون اینکه اصلا به اینا توجهی بشه. بعد هم که شاه سال 52 بود فشار می آورد به اروپایی ها، به آمریکایی ها که بیشتر کنید تولید ها، چون ایشون پول بیشتر می خواست، پروژه های مهم می داشت، اسلحه می خرید، کارهای به قول معروف پروژه های افکار بلند پروازانه ای داشت. اونجا آمریکایی ها بهش می گفتن نه، شرکت های نفتی البته می گفتن نه ما نمیتونیم تولید رو ببریم بالا چون بازار خراب میشه. ایشون در سال 52 رفت مخرمانه،
یعنی پادشاه مملکت بدون اینکه اصلا مجلس و دولت پشم بودن، نام هیچ، رفت با انگلیسی‌ها اینا صحبت کرد، با شرکت های آمریکایی جلسه گذاشتن در انگلیس، بعدم در جزیره کیش که آقا شما اینا رو برید دست خود ما، یعنی تولید توزیع و فروش و قیمت و همه چی، ما 80% به شما میدیم اون سهمی را که شما تا الان میبردید، مضاف برای این که اگر این کار به ما بدید الان 5 سال دیگه این قراردادتون داره تموم میشه، ما این قرارداد 20 سال دیگه هم تمدید میکنیم. که ایشون رفت مخفیانه اون قرارداد کنسرسیوم دوم را بست. اینی که کشورهای نفتی چون اعلی حضرت جلوشون در آمده بود، اینا آمدن اعلی حضرت را انداختن، مزخرفی بیش نیست. چون اگر نفت گرون شد بشکه 3 دلار شد بشکه 30 دلار، اینو متوجه باشیم که 80% اون 30 دلار رفت کجا؟ به جیب آمریکایی‌ها، شرکت‌های آمریکایی که مالیات پرداختن به دولت‌هاشون، دولت‌هاشون تونستن رفاه برای مردمشون ایجاد کنن. پس این نبود. تا آمدیم در سال 57 همین مسئله که الان شما می‌بینید نارضایتی در مردم چند اندازه است. الان یه مدت چون گذشته یه سری تلویزیون‌های من و تو این چیزایی که وزارت امور خارجه آمریکا و اینا پشتش هستن و آخونده و رفسنجانی و اینا هم حمایت میکردن در یه مقطعی و میکنن، اینا دارن یه چهره دیگری به ما نشون میدن، به ما که به مردم نسل جدید که اون زمان گل و بلبل بود، همه چی بر وفق مراد بود، یه مش دیوونه ریختن تو خیابونا که حالیشون نیست، خمینی را آوردن. خب آدم هم که فکر میکنه که راست میگه، این اوضاعی که الان داریم ما بهتر نشد زمان شاه دیگه، لااقل کسی بخاطر حجاب تو سر آدم نمیزد. همیشه ما انتخاباتمون بین بد و بدتره. نه، این گونه نبود. سال 57 مردم به خاطر ناعدالتی های اجتماعی، به خاطر فقر، به خاطر چندین جریان مختلفی که در یک جامعه را مردم درش تحت فشار هستن، شروع کردن به تظاهرات، شروع کردن به ابراز نارضایتی. اینجور نبود که مردم وضع همه خوب باشه. چرا؟ وضع بود یه عده خوب. کی؟ اونایی که همین الان هم وضعشون خوبه، لواسان نشینان. اون موقع هم لواسان نشین داشتیم. آقای هویدا میگه که همین ثابتی میز خریده بود 600,000 تومان، موقع حقوق معلم بود 2,000 تومان. بعد من بهش گفتم آقا اینقدر پوز ندید، مردم رو علیه خودمون میکنیم، نذارید بخرید متای قایم یواشکی. اینا گروه هایی بودن که همون زمان مثل همین الان میخوردن و میچاپیدن و وضع اونا توپ بود، ولی وضع مردم نه. این خبرام نبود، گرونی بود، بیکاری بود، بدبختی بود، حلبی آبادا بودن، هیچ دهی در ایران نه برق داشت، یعنی ممکنه 2% هم نباشه، مگر دهاتایی بود نزدیک تهران دیگه، اونم به خاطر یه خانی یه چیزی اونجا پارتی‌بازی کرد و برق کشته بودن. ما در منطقه فراهان من میدیدیم دیگه، یه دهی وجود نداشت که جاده داشته باشه، یه دهی وجود نداشت که برق داشته باشه، آب که هیچ، آب همه چشمه بود، اگر هم چشمه نداشتن مردم دهات رو ترک میکردن و میرفتن. هیچ گونه رفاهی برای مردم نبود. در بلوچستان بیکاری و فقر بیداد میکرد، در کردستان به همین صورت. هیچ گامی برای مردم برداشته نشد در این مدت 50 و خورده سالی که این پدر و پسر با قول معروف حکومت کردن، و این 43 سالی هم که آخوندا حکومت کردن، جامعه تغییرات ایجاد نشد. ببینید شما در سال 57 اینجور نبود که انقلاب شده باشه. آمریکایی‌ها فهمیدن که این شخص مریضه و داره اعتراضات بالا میگیره. بالا گرفتن اعتراضات باعث این میشد که ارتش و شاه اعتراضات را سرکوب کنن. این سرکوب باعث میشد که مردم بفهمن که بدون سازمان نمیتونن اعتراضاتشون را ادامه بدن. اون سازمان را کی به اینا میداد؟ گروه های چپ. آخوند که نمیتونه سازماندهی بکنه چیزی را.
نداشتن. خود خمینی و بارها میگه دیگه، اصلا از اولش ایشون با مبارزه مسلحانه مشکل داشت، به علت اینکه میدونست این نمیتونه این مبارزه را سامان بده. به خاطر این بود که این شخص اون ظرفیت رو نداشت که اصلا بتونه این جریان را هدایت کنه. اینی که اینا آرام آمدن قدرت را از شاه به شیخ منتقل کردن، خمینی رو یک دفعه برش داشتن آوردن. خمینی چندین سال بود در نجف مونده بود، جز علمای دو سه اونجا بود، یعنی از زمانی که خویی و نمیدونم حکیم و اینا بودن ایشون هیچ کاره بود، اصلا جز مراجع دست اول هم نبود. یه دفعه ما دیدیم که اشخاصی آمدن به نام قطبزاده و یزدی و چمران و این گروه هایی که اصلا افرادی که اصلا شناخته شده برای مردم نبودن. بعد از یه طرف بهشتی که قبلا در هامبورگ مدت ها بود و با ساواکشون اصلا مشخص بود ارتباطاتش همون زمان، اینا همه محرمانه مذاکرات با آمریکایی ها و آمریکایی ها با تضمینی که تعرض ارتش به خمینی نخواهد کرد، خمینی را سوار هواپیماش کردن. و جالبی کار همینه که اولش هم از اولم به ما همه دروغ میگفته، ما هیچ نمیدونستیم جریان چیه. زمانی که خمینی نشست تو هواپیما گفتن خرج هواپیمای خمینی را یک شخصی به نام دستمالچی پرداخته، برده چک رو گذاشته اونجا، گفت آقا بفرما این چک یه هواپیما در بس من اجاره میکنم. خب این برای چی بود؟ برای اینکه مردم براشون سوال بود که مثلا خمینی چجور هواپیما با 140 نفر افراد اطرافیانش هواپیما اجاره کردن؟ کی این پولا را پرداخت؟ پول داشت آخون، مسئله این نبود، مسئله سازماندهی این جریان دست کیه؟ خب سازماندهی دست CIA بود. CIA آمدن به خمینی گفتن آقا شما تشریف ببرید ایران، چون میدونستن که خمینی کارهای ناتمام شاه را تمام خواهد کرد، در از بین بردن طبقات فهمیده جامعه. اینکه روشن فکر که میگن بسیار با روشن فکر مشکل دارن هم آخونده و هم طرفداران سلطنت، به خاطر اینه که روشن فکر برای این از اولش مخل آسایش اینها بوده. خب خمینی را اگر میگفتن که خودش آمد بلیت گرفت و خودش اون کارها ترتیب دادن، مردم شک میکردن. آمدن CIA بلند یه هواپیما اجاره کرد، خمینی باز نمی آمد، جرأت نمی کرد، می ترسید ارتش یه راکتی چیزی بزنن و هواپیما رو بندازن. آمریکایی‌ها بهش تضمین دادن، باز قبول نکرد. آخر قرار بر این شد در اون هواپیما 240 خبرنگار هم بشینه، یعنی 240 تا خبرنگار نشستن از روزنامه های اسپانیا و ایتالیا و انگلیس و فرانسه و آمریکا، و ده ها خبرنگار و ژورنالیست نشستن تو هواپیما که این تضمینی باشه که هواپیما زده نخواهد شد، چون هیچ کس دیگه جرئت نمی‌کرد. نه بختیار یا اینکه ارتش و اینا یه همچی کاری انجام بدن. از اون طرف در ایران هم دو گروه بودن، یه سری اون ارتشیایی بودن که اصلا نمیدونستن جریان چیه، هنوز اعلیحضرت میکردن مثل بدوی. اینا بیچاره آمدن یه کودتایی هم بکنن، تانک رو انداختن. آخه هر نظامی، یه آدمی که دو روزم یه مدرسه نظام رفته باشه میدونه که تانک در شهر اصلا بی اثره، یعنی به هیچ عنوان قابل استفاده نیست، چون با کوکتل میزنن از پشت بود، از هر جا میزنن و خونسا میکنن این تانک ها. تانک رو آوردن، این رو ما شخصا شاهدش بودیم. تانکی که آمده بود میدون فوزیه رسید، به اون موقع میدون فوزیه بود اسمش، این رو ملت با کوکتل زدن. موقعی که ما رفتیم داخل تانک دیدیم مثلا این تانک توپ نداره، یعنی گلوله‌های توپ نداشت، فقط مسلسلای تانک کار میکرد. و اون ابلهی که این تانک ها رو انداخته بود سردستشون هم زیر پل فوزیه گیر کرد تانکش و دستگیر شد و کشته شد. اینه که این افراد ابلهی مثل بدرهی و اینا شاه میکردن و فکر میکردن واقعا اعلیحضرت اعلیحضرتیه و نمیدونستن جریان چیه،
به این گفتن برو، این بیچاره هم گفته کی برم، کجا برم، جا بهم نشون بدید. اینا روانش کردن. همون بدرهی هم یه دفعه ما شنیدیم که گفتن که بدرهی را شوفرش کشته، یعنی بهش سوء قصد کرده و بلنگمار بسته شوفر بدرهی، بدرهی را کشت. یه همچی خبری در روزنامه کیهان آمد. بعد از دو روز شوفر بدرهی آمد گفت آقا بدرهی آدم ممکن از نظر شما بدی باشه، از نظر من آدم بدی نبود، به منم بدی نکرد، منم رانندش بودم، من هم چیکاری نکردم. بعدا مشخص شد که آقای بدرهی به حساب CIA و اجنت های ایرانیشون در دفتر کارش رفتن کشتنش، چون ایشون حالیش نبود و حتی بوت بی خود میکرد. از اون ور ارتشی هم مثل ربیعی اینا بهشون گفته بودن که آقا برید، به قول مرور دو چیز تمام شده، اون سیستم از بین رفت. اینا بیچاره نمیدونستن، نمیفهمیدن. نصیری بود، نمیدونم رحیمی بود، نشسته بودن به این امید بودن که مثل 28 مرداد میشه. از اون طرف قای مقام ساواک که شاه هیچ وقت از این به بدی یاد نمی کند و بعدها هم که فهمید این خیانت کرده، البته خیانت نبود، بیچاره مأموریت داشت. ایشون در روزگاری که ارتشی‌ها جرأت نمی کردن محل کارشون برن، ایشون هر روز می رفت تو دفترش، بعد اون ارتشی‌هایی هم که مونده بودن و صدا می کرد می گفت آقا چرا وایستادید، برید، سیستم اصلا پاشیده فلان. اینا هم به قول معروف تو دلشون خالی میکرد که فرار کنن برن از کشور، و رفتن هم بیشترشون. بعد از اون ور مقدم رئیس ساواک پیغام میداد برای آیت الله منتظری که دارید میرید پاریس، به امام اینه بگید، به امام این حرف بزنید، بگید این کارا کنه، امام اون کارا کنه. بازرگان بهش قول داد که ریاست ساواک را ادامه بده ایشون، منتها دیگه تو رو درواسی بودن، نمیشه جلو مردم، این احزاب چریک و مجاهد و اینا مزاحم بودن برای خود. اگر میامد مقدم ادامه پیدا میکرد ریاستش بر ساواک، نبودن آه یعنی چی اینا، برای تو رو درواسی این بدبختان هم کشتن آقای مقدم اون هم. ولی آقای فردوست ایشون بود، بعدم برای بنیان گذاشتن ساواک جدید کمکشون میکرد. اعضای ساواک اون گردن کلفتاشون اینا همه، یعنی شعبات مختلفش همه شون بودن، خیلی کم به ندرت، فقط اون بخش سش بود که اون ثابتی و آدمای بدنامی بودن که مربوط به امنیت داخلی بود و شکنجه میکردن مردم اینا، ولی بخش هشت و امور خارج و اینا همه بودن و اینا هیچ کدوم از ایران هم خارج نشدن، در دستگاه بعد فعال بودن، تا اینکه بعضی هاشون بعدها رفتن، بعضی هاشون هم موندن تا آخرش. و از اون طرف خود آقای فردوست در تمام این مراحل با اینا همکاری میکرد و اوائل انقلاب زمانی که سازمان های مترقی آمده اعلام کرد که آقا فردوس هنوز تو ایرانه و این داره کار میکنه، دولت تکذیب کرد و آقا اصلا یه همچیزی وجود نداره. اینی که سال 57 انقلابی نشد که یک روشن فکر بیان شاه را بندازن بعد حکومت را بدهن دست خمینی، خمینی دست حکومت را آمریکایی‌ها دادن. اگر شما مشکل را میخواید پیدا کنید در 57 پیدا نکنید، در سال 32 پیدا کنید. بعد که شاه را انداختن، خمینی را هدایت کردن داخل ایران، این حرفا شعار نیست. ببینید شما در عمل چی بود. ما انقلاب که شد ریختیم پادگان ها تو تهران و شهرهای بزرگ، مشهد، شیراز، همه خل سلاح و تفنگ افتاد دست مردم. کردها هم همین کار کردن در کردستان، ولی سریع جلو کرده در آمدن. یعنی از سال 58 یک دو ماه بعد از انقلاب جنگ با کرده شروع شد، چون کردها حزب داشتن و برای دولت جالب نبود که احزاب مسلح بود در کشور وجود داشته باشن. چرا؟ چون احزاب مسلح اگر قرار بود حقشون رو بگیره
بگیرن راحت تر میتونستن بگیرن تا یه افرادی که سلاح و چیزی در اختیار نداشتن. این بود که سریع اینا را سعی کردن که اینا همه را خل سلاح کنن، حزب مسلحی وجود نداشته باشه، سازمان های مثل همون چریک ها و مجاهدین هم که اینا خودشون رو تونسته بودن مسلح کنن، جمعیتی دور و بر اینا بود، اینا را هم سریع از هم پاشوندن. چریک ها که از زودتر از همه پاشوندن، مجاهدین سعی کردن از درگیری تفره میرفتن با اینها، هی از زیرش فرار میکردن، نمیخواستن به قول معروف به اینا آتو بدن، ولی اینا ولکن نبودن تا اینکه به اون مقطعی رسوندن که اون جنگ مبارزه مسلحانه مجاهدین شروع شد و اونها را هم به طور کل اون نسل را از بین بردن آخوند، یعنی کشور را آماده کردن برای یک 20-30 سال آرامش قبرستانی که هیچ صدایی در نیاد. هزاران نفر در زندان ها کشتن، کسی صداش در نمی اومد. این حقوق بشری که الان میبینید شما، نمیدونم وکالت اینو به عهده میگیرن و وکالت اونو به عهده میگیرن، اون زمان هیچ کدوم حرفی نه که نمیزدن، هیچی دولت هم تایید میکردن مخفیانه هم با اینها، حتی اگر به ظاهر با هم دیگه مشکل داشتن مخفیانه هم دیگه را تایید میکردن و حمایت میکردن از هم دیگه. الان این هم به شما بگم، در انقلاب 57 تمام اخبار و خبرهایی که ما میشنیم از طریق بی بی سی بود، یعنی رادیو و تلویزیون ایرانش کسی اصلا گوش نمیداد، اونا بودن که خط میدادن به جامعه. دقیقا همین موضوع الان داره اتفاق میفته. الان این تلویزیون اینترنشنال و من و تو نمیدونم اینا افتادن به خط دادن به جامعه. اینا هم که تعیین میکنن که چی درسته چی غلطه، جامعه به کدوم طرف باید بره. الان بعد از یه مدت شازده رو انداختن جلو که شازده داره سپاه را تطهیر میکنه، که بله این سپاه همشون آدم های دوز و قاتلی نیستن، یه عده‌ای هستن. من با سران سپاه و بدنه سپاه هم در ارتباطم، در صورتی که نه این حرفا نیست، سپاه سازمانی است مسلح و در اختیار جمهوری اسلامی و برای اقتدار جمهوری اسلامی. این سازمان مردمی نیست و اینی هم که نمیدونم مردم را نمیخوان بزنن و نم اینا حرفا تمام مزخرفه. همون یکی در ارتش این حرفا میزدن، اوایل انقلاب هم میگفتن که اونایی که تو میدون جال مردم را کشتن چریکای فلسطینی بودن، یعنی میخواستم بگن ارتش اینقدر آدم های باشرفی هستن که اصلا به هموطنشون تیراندازی نمی کنن. دستی که نه، این حرفا نیست، به هموطن تیراندازی میکردن و میکنن، خوبم میکنن. این همه میبینیم الان آخوند داره همین دادسته شن که دیگه مردم را تجاوز میکنن و بدبخت دختر را میکشن، از طبقه دارم پشت اون پت میکنن پایین. اینا بیشرف ها افراد نیستن که عذاب وجدان داشته باشن. بعدم ما اصلا عرق ملیت نداشتیم و عرق ملی نداریم. ببینید این مسئله باید یک بار برای همیشه حل بشه. تا صحبت از ایران میشه همه یه صحبت از تجزیه طلبی میکنن. اولی که ملت یعنی یک جمعی، یک قومی که در یک محدوده زندگی میکنند و اینها دارای حق و حقوقی هستند. ما یه مش رعیتیم، تا الان بوده و هستیم، الان هم امتیم، حق و حقوقی نداشتیم که ما بیایم احساس ملیگرایی داشته باشیم. من بگم اینجا وطن منه، برای من چه فرق میکنه جایی که من صاحبش نیستم، جایی که من مهمونم، مثل مسافرخونه است. آدم مسافرخونه میره که رنگامیزی نمیکنه، دیوارش رو تمیز کنه، نه کار مثبتی درش انجام بده، میگه آدم یه شب بخوابم و برم. ما هم الان در این کشور حالت همون مسافر داریم، هممون آمدیم و بریم. از صاحب مملکت شاه بود و آخونده فعلا. اینی که از ما توقعی نداشته باشید که عرق ملی داشته باشیم، بعد به خاطر اون عرق ملی من بگم من ایرانی هم ایرانی رو شکنجه نمی کنم. نه،
من اصلا یاد نگرفتم انسان باشم. من از اولی که بچه بودم تو سری زدن یاد گرفتم. چیزی به نام انسانی وجود نداشت، در من وجود نداره و اینا در من پرورش ندادن. الانم اونی که میگه که من نگران تجزیه هستم، اون کیه؟ اون شخصیه که حس میکنه اون مملکت مال اونه. وگرنه ما کردا، لورا، عربا، یه سری مجموعه انسان هایی هستیم که در این جغرافی داریم زندگی میکنیم. کسی صاحب اینجا نیست. کسی نمیتونه بیاد بگه آقا شما نباید تجزیه بشی. خب یعنی چی؟ مگه من صاحب خونه منم؟ شازده میاد میگه خط قرمز من، یا همین سلطنت طلبا، خط قرمز من تجزیه است. خب چرا؟ اینا هم مجموع میخوان، درسته؟ خیلی هم جالبه. برای چی میخوان؟ ببینید، شما رضا شاه اقوام را سرکوب میکرد، دلیلش این بود که انگلیسا یه قرارداد نفت با ایران داشتن و دولت ایران به بختیاری ها میبایست پول بدن، چون تو خاک بختیاری پیدا شده بود این نفت. به عرب ها میبایست پول بدن، چون بعدها برای شیخ خزعل و اینا هم میبایست، چون زمین های اونا بود. اینا را یه نفر انتخاب کرده، یه نوکر از بین همه اینا که اونا را سرکوب بکنه اقوام را، این نوکر به عنوان نماینده باش صحبت کنی. اینایی هم که خواهان یک پارچگی مملکت هستن، اینا همین افرادی هستن که میگن که مملکت یک پارچه باشه، نفت جنوب و طلای نادم آذربایجان و لیتیوم نادم همدان و گاز چارلوس و همه جمع بشه، بیاد در تهران تو جیب آخوند یا تو جیب شاه، بخورن و ببرن و حال کنن. ثروتمندایی که زمان شاه از ایران فرار کردن، خود این آژانس‌های معاملات ملکی آمریکایی گفتن آقا ما نیده بودیم تا اون موقع، سامسونت بیاوردن پول میلیون دلار توش. شما هنوزم بیشترین ثروتمند که اتنیکایی که بیشترین ثروت در آمریکا دارن ایرانی هستن. ایرانی من و تو نیستیم، اون دوزای سابقن، هوشنگ انصاری ها و نمیدونم حجبر یزدانی ها. هوشنگ انصاری الان جز نفراتی که براش کار میکنن، هری کیسینجر مثلا جز تیمش بود. ایشون صدها هتل و شهر و نمیدونم چه جزیره و اینا داره. اینا اگر خیلی علاقه من به سیستم شاهنشاهی بودن، ایشون همین آقای هوشنگ انصاری میتونست یکی از اون جزیره هاش رو بده به دست شازده، شازده اونجا رو اداره کنه، سلطنت طلبا هم همه برن اونجا ببینیم چه جور اونجا اداره میشه. نه، ما مردم ایران دیگه زیر بار سیستم حکومت مرکزی قوی باشه و این حرفا نمیریم. ما زیر بار حکومت موروثی نخواهیم رفت. یعنی حکومت موروثی یعنی جنگ. حالا چه شیخ باشه، چه شاه باشه، چه پسر شاه باشه، گوششو میگیریم با پسگردنی میندازیمش بیرون اگر جرأت کنه وارد ایران بشه. دیگه دوران اون گذشته که بلوچ بیچاره اونجا گرسنه بگرده، از اون ور ما میلیاردی از کشور خارج کنیم. کرد را شما بود زندگی اون یاد داره با کولبری زندگی میکنه وسط برف و بارون، جسی بندازی دوش از بدترین راها بیا یه زندگی اسمشن گذاشتید، بعد پول کجا میده؟ آخون میده، خرج نمیدونم اتم میکنه. اینا فقط 64 گروه نظامی را در عراق پول میدن، 6 تا گروه را در بحرین پول میدن، در آذربایجان پول میدن. هر کدوم از این گروه ها لاقل 3,000-4,000 نیرو داره، بعضی هاشون 10,000 بیش از نیرو دارن. پولی که باید خرج بلوچ و نمیدونم کرد و لور و تهرانی و عرب بشه، داره خرج چی میشه؟ خرج آقای خامنه ای عقیده دارن که در این راه باید خرج شه. مستبد دیگه، مستبد تصمیم گیرنده است. بعد انقدر معرفت نداره، یه چیزش هم به مردم بدین. این عرب هم هستن دیگه، الان عرب میخورن و میبرن. اون عربستان هم بن سلمان الان داره شهر درست میکنه، سلیقه ایشونه، پول رو اونجا که میخواد خرج میکنه. ولی این طور نیست که این بخواد همه خرج بکنه مردم بدبخت باشن، مردم بیچاره باشن. نه،
یه چیزی هم تو مردم میپاشه 90% میبره 10% تو جامعه پخش میکنه. ما اون 10% هم نیست. میایم میگیم که همه کشور بزرگ که باشه بهتر هم هست دیگه، همه جمع شی بیاد تو جیب ما، بعدم هر کی هم حرف زد ما میذاریم تو سرش. اه تجزیه طلب، تو میخوای از ایران جدا شی؟ آره که میخوام جدا شم. اگر قرار باشه توی یه همچین کشوری رو زندگی کنم 100% مطمئن باش ما اول تجزیه طلبیم. ما اصلا نمیخوایم یه همچین سیستم موروثی باشه که پدر بمیره یه عقب افتاده که حالا معلوم نیست این چه موجودی هست این بیاد جاش بشه بشینه، یا اینکه یه نفر 40 سال مثل خامنه ای حکومت کنه. آقا جوابگو هم نیستن اینا دیگه، چون اینا اگر آدم الان در کشورهای مثلا غرب مثل فرانسه مثلا هم آلمان اگر نخست وزیر یا رئیس جمهور کار درست انجام نده بعد از 4 سال عوضش میکنن. این جوابگوه، برای اینکه میدونه اگر درست انجام نده بیرونش میکنن. ولی ما انجام بدی و ندی هستم من، بعدم که الان تو سرت هم میذارم میگن آقا همینی که هست میخوای بخوا میخوای نخوا. اون زیدم یاد داشت میگفت نفتم اگه ما روز 6 میلیون هم بفروشیم باز اون پول آنچنان به مردم نمیرسه که مردم فکر کنن وضعشون خوب میشه. نه شما بده به ما بلدیم چجور تقسیم کنیم تو جامعه. حکومتی ما میخواییم که درش هر 4 سال یک بار نه بیشترم، یعنی این مملکت دیکتاتور پروره، یعنی یه جوریه که زود افراد امر بهشون مشتبه میشه که تافته جدا بافتن. 4 سال یک بارم بیش از 4 سال کسی در حکومت ننشینه، حکومت موروثی باشه نباشه، حکومت انتخاب مردم باشه و به هیچ عنوان هیچ تبصره‌ای درش نباشه که یک شخص میتونه یه 4 سال دیگه هم باشه مثل پوتین نکنیمش، یا یه 8 سال دیگه باشه. نه، ما ظرفیت بیش از 4 سال را نداریم و حکومتی هم باشه که اون منابعی که هست اول در اون منطقه خرج کنه، مازادش در صندوق دولت که باز اون هم در کل مملکت پخش بشه. و این هم مسئله دیگه هم که ما تا الان تا امروز در ایران چیزی نام حکومت نداشتیم، یعنی اصلا مفهومی نداره در کشور ما حکومت که وظیفش این باشه به مردم خدمات ارائه بده. حکومت یعنی اون که بزنه تو سر ما، اون که برای ما به حساب تعیین تکلیف بکنه. این گوساله هایی هم که آمدن سالها خارج از کشور یک ذره نگاه نکردن یاد بگیرن آقا چجوری دنیا میچرخه. اینجا رو میبینن خوبه، ولی برای ما همون شاه خوبه. شازده رو میبینیم الان شال و کلاه کرده، یه دقیقه افتادن دنبالش دارن اینا روانش میکنن، متعیشون که نه میتونه بیاد ایران، چون ایران آمدن مشکلش اینه که شما میخواید چه حکومتی رو بندید با بندازی، برنامه حکومت چیه؟ اینکه الان میخوام یه سری میخوام بازی بدم، الان جزء دادسته های شازده دو عده شده، یه عده میگن دست شازده انتقاد میکنن که یعنی مثلا ما مخالف هستیم و شازده داره برخلاف رأی ما رفته با یه سری عوام یه دسته و گروهی شدن. از اون یه افراد مشکوکی هم جمع شدن دور شازده، مثل دریای صفایی، نام صفا دریای کیه، اسماعیلیون و علی کریمی و اینا، اصلا نه افراد سیاسی هن، نه به کار سیاست میخوان، نه برنامه اقتصادی دارن، نه اینا چی میخوان، برنامه اقتصادیشون چیه، برنامهشون برای مملکت چیه. فقط جمع شدیم ما دور شازده خودشون باباش برنامه نداشتن برای مملکت، مملکت به اون روز رسوندن که انقلاب شد. حالا اینا میخوان چه غلطی بکنن؟ بعد ما اگه یک ذره شرافت و وجدان داشته باشیم این وضعیت بلوچ بیچاره رو میبینیم، این وضعیت کرد رو میبینیم، دیگه نمیایم این رو بخوایم تکرار کنیم و ادامه بدیم. این افرادی که رفتن تو خیابون کشته شدن رو بازیچه قرار نمیدیم، مثل اونایی که تو 57 کشته شدن، اونایی که تو زندان ها کشته شدن که آخوند آمد قدرت رو به دست آورد. دل اونم با آمریکایی ها خوش باشه که آقا آمریکایی ها امروز ملاقات کردن، امروز گفتن اون میکنیم، این کارو میکنیم، فردا اون کارو میکنیم، نتانیاهو گفته میزنیم، اون گفته نمیزنیم. یه دم بیچاره هم نشستن که نتانیاهو بزنه بعد بگه آقا شازده تو بیا بشین اونجا. اون کودتای 28 مرداد برای اینا شده یه خاطره شیرینی که اونجوری برامون از بیرون نیرو بیارن بزنن دست کار، دستی که اون 28 مرداد بود که
سال 32 بود که 357 رو ازش در آمد. الان هم این روش ها فایده نداره. ما حکومتی باید داشته باشیم دموکراتیک و بر مبنای انتخاب مردم و اقوامی که در ایران زندگی میکنن خودشون در اون مناطقی که اصلا خودمختار باشن و بتونن خودشون خود را اداره کنن. من تهرانی را نفرستن در بلوچستان که اصلا اطلاعی ندارم، همون بلوچ را بر اون منطقه بگمارن. و بزرگترین کمبودی که بیشترین بدترین کمبودی هم که میشه بگیم ما داریم نبودن احزابه. سعی کنیم در اون مناطق هم احزاب بالا بیان که بتونن از طریق مملکت، از طریق احزاب اداره بشه، نه باز افراد، که اونها بتونن جامعه را باز کنن، مطبوعات را باز بکنن، مطبوعات در اختیار مردم باشه، آگاهی رسانی باشه، که بتونه یه جامعه نرمالی مثل همه جای دنیا باشه. چون ما نفت داریم و گاز داریم، متاسفانه اینا نشستن هنوز برای ما دارن نقشه میکشن. اگر ما بنگلادش بودیم این مشکلات هم نداشتیم، شازدار هم برای ما علم نمی کردن. ولی متاسفانه منابع عظیم گازی ما که میتونست اونجا را بهشت بکنه و ما هممون آقایی کنیم، میره تو جیب این و اون و از این برای این توفیوز به روسا داده. الان قراردادی که بستن گاز چاروسا روسیه و چین و سپاه، این شما بخصه دولت هم ایشکاده است، همون دولت هم هیچ، سپاه و روسیه و چین قرارداد بستن. و متاسفانه چون این گاز را ما داریم، این مشکلات هم داریم. چون عقلمون هم کمه و عقلمون هم نمیرسه، اینه که اینا بر ما سوارن. و الان هم میگم نقشه های مختلف دارن، تلویزیون اینترنشنال، من و تو، فلان، بهمان، اون نقشه میکشن برای اموال ما. اینه که اینجور گنگ بمونیم، همه میشه که آواره دنیا باشیم، از این شهر به اون شهر، از این کشور به اون کشور، بندازن اونم بیرون، بشینیم گریه کنیم که ما هیچ جا نداریم، ثروت عظیمی داریم در کشورمون، ولی دست آخوند و خود شاه و شیخ مشغول چاپیدنن. الان هم شازده نرسیده به اینا، داره امیدواری میده که آقا منو بذارید سر کار، من بتونم منافع شما را تامین کنم. ای توف به اون گور پدرت که انقدر نوکر هستی، واقعا کریه و کثیف و رذل هستید. هر کسی که مردم را نبینه و هر کسی که خواهان خدمت به اجنبی باشه به جای که خدمت به مردم خودش. Audiobook.com